پس خود زبان اون فرد نیتیوی که به دنیا اومده بود، مدرسه رفته به اون زبان، اون کلن زندگیش به این زبان بوده، به زبانش 10% هم آگاه نیست. 10% که میشه کمتر، یعنی نصفش رو هم نمیدونه. میدونیم یعنی 114,000 تا رو آیا هیچی ازشون نمیدونه؟ فقط همون 20 تا رو میدونه؟ نه، از اونا میدونه، استفاده نمیتونه بکنه. اوکی، مثلا یه نفر میشینه در رابطه با اون میکروسکوپ میاد صحبت میکنه، بعد این یه چیزایی میفهمه، متوجه میشه چی شد، ولی اگه بهش بگن خب خودت بیا حال بشین توضیح بده، نمیدونه، واژه‌هاش رو نداره، میتونه بفهمه اون رو، نمیتونه اون رو همونجور استفاده کنه. اوکی، همینطور هست در رابطه با زبانهای دیگه. ما خیلی واژه ها رو میدونیم اما حالت پسیو میدونیمشون، اکتیو نیستن، یعنی غیر اون حالت، چجوری بگم، پسیوه دیگه، پسیوه، پسیو چی میشه؟ پسیوه، یعنی کاربردی هر روزی ما نیست، ازش استفاده نمی کنیم، باش اونجوری آشنا نیستیم، اما واقعا میدونیمش، وقتی گفته میشه میدونیمش، اما توی ادبیات صحبت کردن ما نیست، توی واژه های ما نیستش. به این ترتیب نگران نباشید، اگه یه واژه‌ای رو وقتی میگن میفهمیم، حتی یه ضرب المثل، یه ضرب المثل که هیچ وقت نشنیدمش، اما با توجه به اینکه توی متن چجوری استفاده شد میتونم بفهمم که این منظورش این بود، این مثلا میخواست اینو بگه، داشت اینو تاکید میکرد، میتونم بفهممش، با اینکه اصلا با اون ضرب المثل آشنا نیستم. از اون جلسه که میام بیرون میگن که چی بود اونجا گفت، نمیدونم، این چیزی بود خیلی باحال بود، فهمیدم هم چی گفت، ولی نمیدونم چی بود ضرب المثل، یا یه شعر، یا یه جوک، یه چیزی، میفهمیمش، میگیریمش، ولی نمیتونیم خودمون هم بگیمش. پس اصلا نگران نشید اگر که واژه‌ای رو وقتی میگن میفهمیمش ولی نمیتونیم بگیمش، هیچ ایرادی نداره. ضمناً یادتون باشه شما 20 سال وقت دارید. اوکی، 20 سال، این نیست که الان اوکی بندازید کنار کتابو بگیریم بخوابیم الان 20 سال فعلا وقت دارم، نه، ولی 20 سال تلاش کنیم، بازم میتونیم یادگیرنده باشیم. فردی که 20 ساله میشه هنوز هم واژه برای یادگیری از زبان مادری خودش داره. پس اینجوری بهش نگاه نکنید که من الان بابا 4 ساله اینجا نتونستم، هنوز نمیتونم. بلان خودتون رو ضعیف نکنید، به خودتونم قرار نشید، ولی فراموش نکنید که شما یک زبان رو به خوبی بلد هستید، این زبان دوم شما هست، دارید یاد شایدم سوم چهارم، و دارید زبانهایی رو دارید کار میکنید، وارد میکنید به ذهنتون. به خودتون وقت بدید، توقع خودتون رو از خودتون پایین نیارید، اما تلاشتون رو اندازه توقعتون بکنید و کمتر به جون خودتون نق بزنید، کمتر نق بزنید به جون خودتون، چون خیلی خیلی اثر داره. من میبینم که با اینکه مثلا یه موضوعی یه خورده سخت میشه براشون عصبی میشن. خب بعد چه اتفاقی میفته وقتی من وقتی عصبی میشم، وقتی یه واژه‌ای رو یاد نمیگیرم، وقتی کلافه میشم، وقتی گریه میکنم، وقتی اینجوری میشم، خب بعدش چه اتفاق میفته؟ آیا ذهن من به همون اندازه شروع میکنه به، یعنی ادامه میده، یاد میگیره؟ خب مثلا من نه. به این ترتیب حواسمون باشه که به ذهنمون چه کمکی داریم میکنیم. آیا داریم کمک میکنیم به خودمون توی یادگیری، یا داریم فقط داریم خودمون اذیت میکنیم؟ پس اصلا نگران میزان یادگیری نباشیم، فقط هر اون چیزی که از دستمون میاد براش انجام بدیم.